سلام، سله رحم چیست؟ شب یلدا کدام شب است؟ یا همون شب چله‌ای که بهش میگن؟ سله در لغت به معنای احسان و دوستی آمده است و مراد از رحم خیشاوندان و بستگان میباشد. در اصطلاح سله رحم محبت و سلوک داشتن با خیشاوندان و نزدیکان است، یعنی همون دید و بازدید و مهمانی رفتن و از این حرفا. شب اول چله بزرگ یا شب یلدا که بلندترین شب سالام هست، هر دسته از خویشاوندان و بستگان و همسایه ها در برنامه دور همی و مهمانی و مهمانی رفتن موضوعات اشتراک میکنن. شب چلام در واقع بهانه ایست بخاطر همین دید و بازدید. موضوع این برنامه ما در خصوص مهمانی رفتن و دید و بازدید داشتن از یکدیگر هست. شب یلدا در کل یعنی دراسترین شب سال میگن که در افغانستان یعنی در این اواخر بسیار این سالهای اخیر بیشتر تجلیل میکنن، یعنی یک شب است که به بهانه همین دوستا با این همه جمع میشن و بهانه همین شب بعضی چیزا خریداری میکنن و همین یک صمیمیت را ایجاد میکنن که تمامشان یک جای شون و یعنی در کل همون یک شب است که یعنی در این اواخر در افغانستان بیشتر تجلیل میشه. شب یلدا شبای زمستان است، شروع زمستان است. و شب شب یلدا میگن و مردم کابل برای فامیل اومد یک تجلیل میکنن، دوستا جمع میشن در خانه، از ما مایی میبرن، جلبی میبرن، میوه رنگارنگ میبرن. اون شب بسیار با خوب رقمش سپری میکنن تا صبح. شب چله شب یلدا شب دراز است که در یک سال یک شب بسیار طولانی است. باز به حساب در گذشته مردم میله میگرفتن به خاطر که شب بسیار طولانی و دراز است، میششتن دور هم قصه میگفتن، افسانه میگفتن، میله میکردن به خاطر که شب کوتاه شود، شب دراز است، شبشان تیر شود. به او خاطر شب یلدا را یک تجلیل، یک میله به حساب یک میله می گرفتم. در گذشته دیگه یک فضای بود که پدرکلان ها و مادرکلان ها با زیر صندلی می شدن، افسانه می گفتن، با اشتکای خود قصه می کردن، با هم میوه می خوردن، با هم قصه می کردن، قصه گذشته را برشان می کردن. در رابطه با آخر اول شب زمستان ما یک نس و صراحت دینی نداریم که باید از این شب تجلیل شود. حالا به عنوان یک عرف و یک عنعنه میتونیم از این تجلیل بگیریم، منتها باید روابطی که صورت میگیره و برقرار میشه بین خانواده ها و فامیل ها یک سری قواعد و مقررات اخلاقی رو باید رعایت بکنه که ما در روایات داریم
کسی که مهمان میشه باید مواظب باشه که صاحب خانه را به زحمت و رنج گرفتار نکنه. افراد هر چقدر ارتباطات اجتماعیشان با دیگران بخصوص با نزدیکان و فامیلشان بیشتر باشه، اینا از سلامت روانی و از نشاط و شادابی و رضایت در زندگی اینا چی هستن؟ برخوردار هستن. وقتی که ما با به اصطلاح ارهام خودمون در ارتباط هستیم، اولین چیزی که رفع میشه همون نیازهای عاطفی ماست که به یک قسمت رفع میشه. این ارتباط باعث میشه که اونس و الفت بین اینا چی شه؟ بیشتر شود. مشکلاتی که الان در قسمت حال وجوده مشکلات حل میشه، مشکلات بیان میکنه. وقتی من مشکل خودم با یکی بیان کردم، یک مقدار تخلیه هیجانی در قسمت حالا میشه. ممکنه راه حل های مسئله ای را از طرف اونا در قسمت ها بیان شود که ما بود راه حل های مسئله را من یاد بگیرم و بتونم در قسمت از او استفاده کنم. بنابراین این ارتباط باعث میشه که ما از نظر روحی و روانی ثبات بیشتر داشته باشیم و ارتباط با دیگران برقرار کردن یعنی حمایت کردن. احساس همدلی در قسمت بیشتر میشه و حمایت کردنم بیشتر به وجود میاد. وقت من احساس تنهایی میکنم، دوست من، رفیق من، فامیل من، خانواده من وقتی میاد از من سر میزنن، من احساس آرامشی بیشتر پیدا میکنم، چون میفهمم که حامی در قسمت ها دارم. حل از این مشکل راحت تر باز میشه. مشکلاتی که به دوش ما هست از طریق نیم ارتباط و گفتاری که ما در قسمت دادرون راهی کنه میگه، اونا من به ما چی میکنه؟ به ما حمایت میکنه و من احساس میکنه که مشکلی که داره روی شانه ما سنگینی میکنه، ای احساس مشکلات سنگینی چی میشه؟ کمتر میشه. صله رحم یعنی در حقیقت ارتباط برقرار کردن با اقوام و خیشاوندان را صله رحم میگویند، که از نظر فقهی صله رحم یک امر واجب است که ما باید ای را به عنوان یک تکلیف انجام بدیم، و الا اگر این صله رحم انجام نشود ما در حقیقت یک امر واجب را ترک کردیم. و گذشته از اینی که پیامدها و آثار دنیوی دارد، یعنی رابطه ها را از هم می پاشه، اگر ما صله رحم نداشته باشیم آثار سو و بدی را در آخرت متوجه ما میکند، که بعضی آثارشان حتی به دنیا به سراغ انسان می آید، که در روایت داریم اگر کسی صله رحم نکند عمر 30 سالش تبدیل به 30 سال میشه، و بالعکس اگر کسی صله رحم بکنه از عمرش 3 سال باقی مانده باشه این تبدیل به 30 سال میشه. و اینها سفارشات است که ائمه ما علیهم السلام به ما کردن که صله رحم باید داشته باشید تا ارتباط خویشاوندی از هم نپاشه و شما با هم در ارتباط باشید. خب ما آمدیم به بهانه همین شب چله و این دور همی هایی که شکل میگیره، بعضی از آداب مهمانی رفتن و میزبان بودن یک مهمان را با شما به اشتراک بذاریم. یک، قبل از رفتن به مهمانی با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگ بسازید. ما خیلی وقتا شاهده ازی هستیم که طرف میره پشت خانه نفر، صاحب خانه تشریف نداره، بعد میگه که گله میکنه، میگه ما آمدیم شما نبودین. عزیز دل برادر، شما در قرن ارتباطات دارین زندگی میکنین، حداقلش اینه که یک تماس بگیرین که دش هماهنگ بکنین، بگین که ما داریم میایم، تا گله و گذاری اون وجود نداشته باشه. یک زنگ خلاص. دو، بهتر است از میزبان بخواهید خود وقت مناسب را تعیین کند. طرف زنگ میزنه میگه که سلام جور بخیر و از این حرفا، ما فلان شب میایم خانه تان، انشالله مزاحم که نیستیم. بعد ما افغانی هم خود چون خیلی نزاکتی هستیم میگیم قدمتان سر چشم، هزار دفعه بیایید. بانه نمو وقت مهمانی را میزبان تعیین کند، بگین که دهی هفته وقت دارین ما بیایم یک دور همی بشینیم. بعد میزبان بهتون با برنامه‌ای که داره میگه آره شب جمعه یا شب پنجشنبه یا فلان شب شما تشریف بیارین. اگر شما بگین که آقا ما شب جمعه میخوایم بیایم خانه تان هستین نیستین، خب یقینا صاحب خانه میگه که تشریف بیارین، قدمتون سر چشم. حالا او یک برنامه کاری داشته باشه، مهمانی رفتن باشه، عروسی رفتن باشه، هر برنامه دیگه باشه، چون شما گفتین ما میایم دیگه، طبیعتاً میگه خب بیاین هزار دفعه، قدمتون سر چشم ما. سه، در پذیرایی محدودیت های میزبان را درک کنید و انتظارات بیش از حد توان او نداشته باشین. موضوع دیگه ایست که گفته.
طرف میره مهمانی، مهمانی که نیست، بیشتر شبیه یک حمله سامورایی است. اصلا به امکانات و ظرف و ظروف و تجهیزاتی که او خانواده بیچاره داره توجه نمیکنه که آقا میاد، شاید بیشتر از یک فامیل یا دو فامیل گنجایش بیشتری نداشته باشن به خاطر پذیرایی. میاین 6-7 فامیل، خیلی رسم است در کابل ما و شما، در کلند کشور و افغانستان، که وقتی بخواین برن خانه یکی از اقارب دوستا که نزدیک هست، خاله، پسر خاله، عمه، کاکا، ماما، اینا کلند دور هم جمع میشن، یک حمله سامورایی را تشکیل میدن. آقا ما امشب آمدیم خانه تان. و امیره بسنجن همون بدبختی بیچاره همون قدر ظرف و ظروف و وسایل پذیری از شما را داره یا نه، بعد بره بالا از همسایه مثلا ظرف قرض بگیره، دیگ قرض بگیره، یا مثلا تجهیزات لازم رو بر شما مهیا بسازه. عزیزای دل، لطفاً خواهش می‌شود که امکانات میزبان را مد نظر گرفته دور همی تشکیل بدین، نه بیش از حد و توان او فرد میزبان. شاهدش بودم که داره میگه. مهمان خو عزیز خداست، دوست خداست دیگه. مهمان کلگی دوست داره، اگر خوب باشه باید باشه، چون که در خانه آدم میاد باید قدش خوب خدمتش کنه. امشب و بدر از ما ناراحت نباشه، خوش باشه از ما. مهمانی به حساب تجلیل بگیرن، منتها به حساب نظر اقتصادی تجلیل بگیرن که مردم یک تعداد اقتصادش خوب است، یک تعداد اقتصادش ضعیف است. به خاطر که اقتصاد مردم ضعیف است، نظرشان طرف اونا باشن دیگه، تجلیل بگیرن خوب است، بهتره. یکی از چیزهایی که در مسئله ارتباط برقرار کردن که ما او را به عنوان مهمانی و میزبانی میتونیم تعبیر بکنیم، اینه که رعایت شوه از ناحیه مهمان به عنوان یک اصول اخلاقی باید رعایت شوه. پیشا پیش باید هماهنگی صورت بگیره. یعنی ما وقتی میخواییم در خانه کسی مهمان شویم و از او احوال بگیریم، پیشا پیش یک آگاهی دهی صورت بگیره تا او انتظارات را که مهمان داره هم تأمین شوه و از طرف دیگر او تمنیات را که میزبان داره و هم برآورده شود. مثلا یک کسی میخواد از یک فامیل خود احوالگیری بکنه، پیشاپیش باید اطلاع رسانی بکنه که من در فلان مدتی در فلان زمانی مشخص میخوام از شما احوال بگیرم، تا او طرف هم آمادگی برای پذیرایی داشته باشه. حالا وقتی که این زمینه مساعد شد، یک سری اصولی را به عنوان اصول اخلاقی مهمان باید رعایت بکنه و در نظر بگیره. توقعاتی بیجا نداشته باشه، یعنی این انتظار نداشته باشه وقتی که من میرم به احوالگیری فلان فامیلم، او بهترین امکانات را باید برای من فراهم بکنه و بهترین غذاها را برایم آماده بکنه. نه خیر، این انتظار نباید داشته باشه. هدفش این باشه که من برم یک دید و بازدید بکنم و این رابطه برقرار شوه، و از طرف دیگر میزبان هم باید یک سری اصول را رعایت بکنه. این خود را خیلی به زحمت نیندازه، خود را به مشقتی گرفتار نکنه، چنانی که میگه تکلف گر نباشد خوش توان زیست. حالا بنا داره که طرف مهمانی بکنه، خود را به رنج و زحمت گرفتار میکنه، که لذا این رنج و زحمت را نباید متحمل شوه. برای اینکه این رفتارها باید صمیمانه و ساده و عادی باشه تا ارتباط ها به صورت پایدار و دوامدار بمانه. حالا بیشتر چیزی که الان مطرح، وقتی که ما میخوایم در یک جایی حالا مهمانی بریم یا به اصطلاح یک سری از دوستای خودمون بزنیم، اولین چیزی که حالا به نظر ما میرسه که باید دور مد نظر داشته باشیم اینه که یک ارتباط تلفنی قبلی داشته باشیم. از روانشناسی میگه زمانی ما یک استرس داریم که مدیریت بسیار قابل پیش بینی باشه. خب ما مثلا قبل از اینکه بریم رخانه زنا، خوب است که یک تلفن به اونا بزنیم، بگوییم که ما این فردا خانتون میاییم، حالا هستن نیستن، خدای نکرده اونا ممکنه مریضی در داخل خانه باشه، مشکلی در اونجا وجود داشته باشه که توانایی پذیریشی از اینا رو نداشته باشه. خب
یکی ما چی میکنیم؟ یک تماس تلفنی با اونا میگیره، با اونا میگه. بعد اینو مشخص کنیم که ما مثلا میایم در اونجا برای نان چاشت میایم یا برای مثلا یک چای میایم. این مشخص باشه. چون صاحب خانه در عذابه. وقتی ما مشخص نمیکنیم، او بنده خدا الله مثلا ساعت 10 بجه رفتیم تا 11 بجه نشستیم، بعد او یه ساعت خودش سر میکنه خدا الله ساعت 11 بجه شد، اینا میمونن میرن، یگان نفر آشپزخانه میره در اونجا یک گاز روشن میکنه که باش چیشا غذا رو مثلا پخته کنیم، این باز منتظر میشه 11 و نیم شد، باز میمونه که اینا نرفتن. این حداقل مشخص باشه. اول وقتی ما میخوایم یک جای بریم یک تماس تلفنی میگیریم، زمانش مشخص کنیم، زمان دقیق چه که ما میخواییم در اونجا بیاییم و بعد این مشخص کنیم که مثلا به چه مدتی ما میخواییم در اونجا باشیم که صاحب خانه هم در اینجا عذاب نکشه. این اولین بسیار کاری که ما میتونیم انجام بدیم که بسیار اثرات مثبتی هم داشته باشه، این میه تنظیم وقت و او را بیان کردن زمانی رفتن به مهمانی و مدت ماندن در اونجا یک از آداب و رسوم اخلاقی هم شاید بگیم در یک قسمت حالا وجود داره، از روانشناختی هم تاثیر خیلی خوبی داره که صاحب خانه از تشویش در یک قسمت ها چیه؟ نجات. یک موضوع خیلی ناپسند دیگه ای که متاسفانه در مهمانی ها وجود داره، گوشه نشینی و مصروف موبایل بودن و گشت و گذار در صفحات مجازی است. عزیز دل برادر، این مهمانی ها ترتیب شده که دوره هم بشینیم، بگیم، بخندیم، قصه کنیم، درد دل کنیم، از حال اوضاع همدیگه با خبر باشیم. یعنی همون چیزی که هست را باید رعایت کنیم، نزاکت های مربوط میهمان و میزبان را. اگر قرار بود که تو مصروف گوشی و موبایلت باشی، بری در صفحات مجازی چکر بزنی، دیگه اصلا به این مهمانی رفتن و این موضوعات نیازی نبود. در اون کنج اتاق خانت میشستی، درم روی خودت بسته میکردی که کسی مزاحمت نشه، با خیال راحت میرفتی در صفحات مجازی گشت و گذار میکردی. نکنین دوستای عزیز، جوانای عزیز، عزیزان دل برادر، متوجه بعضی نزاکت ها در داخل مهمانی باشین. بعد میگن که اون مهر و محبتی که سابق در مهمانی ها بود، در دور همی ها بود، اون صمیمیتی که وجود داشت حال وجود نداره. وجود نداره چون تو مصروف موبایلت هستی. یعنی تجربه ثابت کرده که یعنی ما در بعض جای رفتیم، حتی باور بکنید که سر خودم جامعه شده، وقتی خودم یک جای رفتیم، وقتی دیدیم مثلا خودم میزبان در تلفن خود مصروف بوده یا میمان در تلفن خود مصروف بوده، از یک جانب مقصد همون تیگف شده. یعنی باور بکنید که صمیمیت و دوستی و گفا را یعنی کمرنگ میسازه. خوبیش همیست که وقتی که آدم در یک جای رفت همراه صاحب خانه باشه، اگر خودت میمان بودی یا میزبان بودی، باید صحبت کنی، گپای خوب بزنی، یعنی یک صمیمیت خلاصه در کل ایجاد کنی. ولی خوب کار نیست دیگه، بخاطر شب یلدا یک شب میله است، یک شب است که بدر شب یک ذره بگذره زودتر، بخاطر که طولانی است دیگه، او بخاطر یک قصه و صحبت و یک میله و یک میوه دانه که بدر بخورن بخش یک ساتیریست دیگه. این که مصروف میشه در انترنت و در گیم و در این چیزها، در فیسبوک و این چیزها، به نظر ما درست نیست. در میمانی خوب برن فهمیده با دوست های خود، با مون خانه که میرن قصه کنن، حوال پرسی کنن، نه ای که برن در موبایل خود مصروف کنن و مشه و بدر در کل شب دیگه فهمید صاحب خانه بیچاره خرج میکنه، ماهی میخره، تربوز میخره و میوه میخره و هم بیا فیسبوک بازی کنه، میگه چه رقم مهمان است، باز قدش گپای سابقه را یاد کنه، خاطرهایی که داره اونا را صحبت کنه، بسیار امشه شب یلدا را بسیار به خوب رقم سپری کنه. یکی از چیزهایی که در مهمانداری ها رعایت شوه اینه که باید مواظب رفتار و گفتار در معرض مهمان باید میزبان باشه. وقتی یک مهمانی در خانه می آیند، علاوه بر اینی که از نظر گفتاری ما باید مواظب گفتار خود باشیم، حرفای خوشایند و مطلوبی را در مقابلش عرضه کنیم، باید مواظب رفتارهای عملی خود هم باشیم. اگر کسی را می بینیم که در یک جای در معرض مهمان رفتاری مؤدبانه ندارد،
مهمان داره صحبت میکنه، طرف دیگر مصروفیت های شخصی داره، اصلا توجهی به مهمان نداره، این یک نوع بی‌کفایتی یک انسان میزبان در قبال مهمان نشان میدهد. این گذشته از اینه که از نظر رفتاری ما باید در قبال مهمان یک رفتار خوش داشته باشیم، گفتار خوب داشته باشیم، عمل ما هم باید مورد پسند و مورد مطلوبیت مهمان قرار بگیرند. وقتی که ما ارتباط میگیریم، حالا ارتباط با فامیل خود ما، ارتباط با دوست خود، ممکنه ارتباط با یک آدم بیگانه باشه، به هر صورت هر ارتباط گرفتنی یک سری اهداف ولا داره که معمولا برای وقتی میگیم سلی ارهام از نامش پیدایه. یعنی ما با فامیل و ارهام خود ما ارتباط برقرار میکنیم تا اونمون نیازهای عاطفی ما رفع شود، بیتیم کلمه گفتگو بکنیم، همونطور که در قسمت قبلی گفتم نیازها در اینجا رفع میشه. خب حالا ما رفتیم ارتباط گرفتیم، اما در جریان ارتباط ظاهرا در اونجا هستیم اما روحن نیستیم. با موبایل خودمون شروع کردیم به حالا یا گیم زدن یا تلفن زدن یا مسیج دادن، این باعث میشه که انمی پروسه ارتباط مناسب که بین دو نفر باشه این برقرار نشه. نه تنها این گونه ارتباط ها باعث مثلا افزایش میزان همدلی و نزدیکی میشه، چه بسا که انمی باعث میشه که حتی اینا از هم دیگه فاصله بگیرن و مثلا مشکلات و جنجال های بعدی رو به دنبال خودش داره. میگه که طرف حالا آمد در اینجا یک دو کلمه گپ بزنیم، بعدی شروع که در موبایل خودشان ور رفتن. خب این باعث میشه که آیسته آیسته مقدار احساس دلبدی نسبت به دو نفر چی شون یا دو فامیل به وجود بیاره و اون نیاز اصلی که ما در سیل ارهام داریم در اونجا رفت نشه، نه تنها رفت نمیشه بلکه مشکلات جدید قسمت ها به وجود میاره. و از اون طرف بدونم که خب از اخلاقی درست نیست، نفر زحمت کشیده آمده میخواد دو کلمه گپ بزنه اما ما مشغول کار دیگه ای در قسمت ها هستیم. خب اگر کار مشغولیتی کار دیگه ای داریم در اونجا بگو نیم ساعت کالا سوابق بخشیم، یک پنج دقیقه ما مثلا یک تماس تلفنی داریم بعد با شما دوباره صحبت میکنیم. یعنی میشه حتی اگر ما کار مهم در قسمت ها داریم اونو رو بیان کنیم، زمان مشخصی که صحبت کرده میگه باش یک تلفن مهم میدارم، یک برنامه مهم هست، همین ما یک تلفن میره بعد اون چای خوش میخوره در قسمت هم مشکل به وجود نمیاد. اما وقتی که من داریم با یکی صحبت میکنیم و او مشغول نگاه کردن به موبایل خودشه و برنامه خودشه، او به احترامی به گویندم هست و این آهسته آهسته کدورت بین دو نفر و کسایی که در داخل جلسه هستن بینشون به وجود میاد. نکته آخر همی که شما حق ندارین دکوراسیون خانه میزبان را تغییر بتین و یا به هم بریزین، متوجه اولادای خودتان باشین، شب چله خوبی داشته باشین، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.